از گروه داروگ به سردبیری سوسن بهار شنوندگان عزیز درود بر شما به اولین برنامه سال 2022 داروک در آینه گوش می کنید امیدواریم که تعطیلاتی پر از شادی و سلامتی پشت و سر گذاشته باشید اجازه میخوام که از همه دست در بنیاد آین داریوش اقبالی عزیز دکتر عباسه توفیق ماکان جلالی نازنین تشکر کنم به خاطر صبوری و تعاملی که کردن با توجه به وقفه ای که در کار ما افتاد سال جدید شد اما هنوز بسیاری از رسوم عقب افتاده و کهنه باعث فقر و نابسامانی و فلاکت و کودک آزاری و زن آزاری هست اما با هر نو شدنی یک نهال تازه هم در دل ماها رشد میکنه که بتونیم با فعالیت بیشتر با همبستگی بیشتر یک امری رو به مقصود برسونیم و موثرتر قدم برداریم به امید یک چنین ام امکانی و به امید پرتوان و پرتلاش قدم برداشتن از شما دعوت میکنم به مجموعه برنامه ای که دوستان عزیزم تدارک دیدن گوش بسپارید امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره، در قسمت اول ما آرزوی عزیز را خواهیم داشت با معرفی آسترید لیندگرن از مجموعه برنامه های معرفی نویسندگان و، دستن در کاران ادبیات کودک در سطح بینان مللی. به آرزو گوش کنیم با سلام خدمت شما عزیزان شنوندهی رادیو داروک در خدمت شما هستیم با تقدیم اولین برنامه معرفی نویسندگان معاصره حوزه ادبیات کودک و نوجوان در این برنامه ما ضمن معرفی نویسنده آثار نویسنده را هم معرفی کرده و در هر برنامه یکی از داستانهای نویسنده منتخب را خانش خواهیم کرد ادبیات کودکان تلفیقی از کلمات و تصاویر است برای هر دو گروه سنی کودکان و نوجوانان هدفی را بیان میکنه که ادبیات به طور دائم مدعی آن خدمت است ادبیات کودکان جذب می کند، تحت تاثیر قرار می دهد و تاثیر می پذیرد. خواسته هایش بسیار استراری همه گیر و قدرتمند است. علی اشرف درویشیان می گوید وقتی از کودکان حرف میزنیم نباید از یاد ببریم که آنها نوع خاصی از انسان هستند و نه مینیاتوری از آدم های بزرگ سال. این رمز ورود به ادبیات کودکان است. ادبیات کودک بیان هنری دنیای کودکان است. برای نویسنده کودک شناخت ویژگی های رشدی کودکان و همچنین شرایط محیطی که در آن زندگی می کنند از ضروریات است. بدون دریافت موقعیت کودک در جهان کنونی و بدون درک دوری سنی آنها نمی توان ادبیاتی در خور برای این گروه از انسانها فراهم آورد. ادبیات پیشرو و خلاق کودک بسته به دوری سنی و مرحله رشد کودک لازم است چون چرا کردن را به کودک بیاموزد. متاسفانه در ایران بیشتر کتاب های درسی مذهبی هستند که باستابی از ایدئولوژی حکومت و راهی برای به اطاعت کشاندن است. ادبیات کودک در مقابل هجوم ایدئولوژیک به کودکان و در مقابل این تلاش برای به انقیاد درآوردن ذهن و زبان کودک باید بر علم و نه ایدئولوژی تاکید بگذارد. بر دوست داشتن و دوست داشته شدن. بر اهمیت مهرورزی و تعاون و همکاری و عدم سکوت در مقابل ناملایمات بر آزادی بیان و کوشش برای ساختن محیط و دنیایی بهتر دست بگذارد و باز تاکید می کنم که خلق اثر ادبی برای کودکان باید با توجه به سطح رشد آنها باشد اما روی کرد در همه مراحل کودکی کیست انسان و انسانیت محتوا در ادبیات کودکان بسیار مهم است و در قرن حاضر یکی از دلایل بیتوجهی کودکان و نوجوانان به کتاب و کتابخانی بیمحتوا بودن کتاب هاست که متاسفانه کتاب های بازاری و کارتونی نبض بازار را در دست دارند برای نقد ادبی مهم مقایسه بین نویسندگان نیست بلکه درکی است که از اثر داریم و تأثیری که بر کودکان میگذارد آسترید لینگرم میگوید کودک به ادبیات خود نیاز دارد ادبیاتی که هم سرگرم کننده باشد هم پیشرو و هم ساختار شکن در واقع کمپلکس باشد آسترید لینگرن بر این عقیده است که کتاب های کودکان باید شخصیت های واقعی بچه ها را به شکل هنریان انتخاب کنند ادبیات کودک همانطور که به مسائل اجتماعی و مسئله رهایی میپردازد دچار و گرفتار تیغ سانسور آن هم درست مثل ادبیات بزرگسال و گاهی حتی بیشتر از آن می شود. نگاهی به ادبیات رسمی برای کودکان در ایران این حقیقت را تصدیق می کند که چقدر کنترل و ایدئولوژیک ساختن ادبیات کودک نسبت به ادبیات بزرگسال وسیعتر است حتی انتخاب کارتون های تلویزیونی مثل حنا دختری در مزرعه کودکان را با فقر رنج کشیدن و تحمل کردن که اساس دین و حاکمیت دینی تربیت می کند. در این برنامه ما به معرفی یکی از نامدارترین و تأثیرگذارترین نویسنده در زمینه ادبیات کودک و نوجوان میپردازیم آسترید آنا ایمیلیا لیندگرن نویسنده مشهور سوئدی که در این بخش از برنامه به معرفی آثار و کتابهای اون میپردازیم نوشتن رمان و داستانهای بسیار زیبا و همچنین خلق شخصیتهای ماندگار و داستانی کاری بود که آسترید لیندگرن انجام میداد آسترید که پیش از ازدواج نام خانوادگیش اریکسون بود در تاریخ 14 نوامبر 1907 در وینبری واقع در استان اسمولاند سوئد متولد شد. از سال 1945 که اولین کتاب پیپی پی منتشر شد تا کتاب مصور امیل در سپتامبر 1997 آسترید 84 کتاب تقریبا چه سناریوی فیلم مجموعه ای از نمایش تئاتر و چند کتاب برای بزرگترها نوشته است. از مشهورترین کتاب های او غیر از پیپی پی و ایمیل می شود. به برادران شیردل یعنی آخرین کتاب او که در سال 1981 نوشته شد. کارلسون روی سقف، رونیا دختر راهزن، راسموس که در سه کتاب هیجان انگیز منتشر شد، لوتای خیابان دعواکارها کودکان دهکده شلوغ، شورون، کال بلوم کویست، مادیکن و میومیوی من اشاره کرد. کتاب های آسترید به 88 زبان ترجمه شدند. و آثار آسترید سرشار از خرد درباره محبوبیت جهانی آسترید باید گفت در کشور 8 میلیونی سوئد فقط 7 میلیون کتاب پیپی پی جوراب بلند تا کنون به فروش رسیده است در آلمان 90 مدرسه به اسم او نامگذاری شده و در روسیه 45 میلیون نسخه از کتابهایش به فروش رسیده و در مجموع در تمام دنیا حدود 80 میلیون از نسخه از کتابهای او به فروش رسیدند آستری جوایز بیشمار ادبی دریافت کرده اما برای نویسنده این چنین محبوب و مدرن مهمترین جایزه تایید و احترامی است که روزانه از جامعه میگیرد و تأثیری که بر رشد و گسترش فرهنگ مدرن و انسانی در عالم ادبیات کودکان و بزرگترها میگذارد اما قصه در تمامی این سالهای دراز از مشهور بودنش ناراضی بود و میگوید راستش را بخواهید از خودم زیادی خوشم نمیآید هر بار که درباره آسترید لینگرن میخوانم تعجب کنم. این من نیستم من هنر پیشه و ستاره و یا سمبل ملی نیستم برای خودم من یک دختر دهاتی اهل ویمبری هستم منتها اندکی مسنتر و با فهمتر آسترید لینگرن بیشک یکی از بزرگترین نویسندگان دنیای معاصر در زمینه ادبیات کودک است اما چیزی که او را حتی از بهترین ها هم متمایز می کند و ویژگی می بخشد، اشق بیمرز او به کودکان و آشنایی جرفش با دنیای کودک است. نوشته های او چنان یگانگی و پیوستگی با فرهنگ کودکانه دارد و چنان از دریچه چشم کودک به دنیا می نگرد که اگر گفته شود انسان هپنوتیز می شود هم چندان نابجا نگفته است. آسترید از جنگ و دشمنی و آدمکشی متنفر و عاشق انسانیت و دوستی بود در دوران جنگ جهانی دوم تنفرش نسبت به نازیسم و تعقیب یهودیان شکل گرفت او بارها گفته که اگر شانس زندگی دوباره می میخواستم یک فعال سوسیالیست در سالهای اول تولد جنبش کارگری باشم اما قصه عاشق انسانیت بود سرانجام امه قصه در 28 ژانویه 2002 در پایتخت کشور سوئد در سن 94 سالگی درگذشت. دوستان و همراهان عزیز، اینجا میخوام توجه شما عزیزان رو به نقل قولهایی از امه قصه در مورد مسائل مختلف اجتماعی که خانم سوسن بهار دبیر جمعیت القای کار کودکان و سردبیر نشریه داروک اونها رو در نشریه داروک ترجمه و منتشر کردن جلب کنم. آسترید در مورد آزاد گذاشتن کودک میگوید اگر جوانان امروزی احترام کمتری به مردم نشان میدهند گناهش را به گردن تربیت آزاد نگذارید آزاد گذاشتن کودک ثبات را از بین نمیبرد این نوع تربیت حتی بخشندگی کودک و یا رعایت بزرگترها را از او نمیگیرد از همه مهمتر باعث احترام و رعایت متقابل والدین نسبت به فرزندان هم می شود. احترام به کودک این چیزی است که من آرزو می کنم در سطح وسیعتری بین بزرگترها رواج پیدا کند به کودکان عشق بدهید عشق و باز هم عشق بیشتر در این صورت احترام خود به خود به دنبالش خواهد آمد بیا این سنگ را بگیر و به من بزن آسترید به خبرنگاری که در این مورد با او مصاحبه کرده بود میگوید می خواهم ماجرایی را که خانم پیری برایم تعریف کرده برایتان بازگو کنم زمانی که او جوان بوده و در آن زمان هنوز آدم ها فکر می کردند که می توانند کودکان را کتک بزنند پسر کوچکش کار خلافی کرده بود و او پیش خود فکر می کند که پسرش باید اولین نان برنجیش را دریافت کند منظور خود سیاه هست به این معنی که او را پی امری محال بفرستد پسرش می گوید برو یک شاخه به پسرش می گوید برو و یک شاخه برنج برای بر من بیاور. بر. پسر کوچک مدتی طولانی قیبش میزند دست آخر گریه کنان به خانه برمیگردد و میگوید من, من برنج پیدا نکردم ولی بیا این سنگ را بگیر و به کله هم بزن و قلوه سنگی را به طرف مادرش دراز می کند آن وقت مادر هم شروع به گریه می کند چرا که به طور ناگهانی همه چیز را از چشم بچه نگاه می کند بچه باید فکر کرده باشد که مادرم می خواست مرا اذیت کند در این صورت می تواند با این سنگ مرا بزند مادر دستانش را دور پسرش حلقه می کند و قلب سنگ را بر روی رف آشپزخانه میگذارد. جایی که برای همیشه و به عنوان نشانه تعدی هرگز بر جای می ماند. آسترید ادامه می دهد اگر امروز به گذشته ها و به طرز برخورد بزرگترها نگاه کنیم می بینین چه ظلم هایی که در حق بچه ها نشده است. در تمامی دوره تا آنجا که به کودک برمیگردد آموزش با آزار فیزیکی و روانی همراه بوده است. امریکه متاسفانه هنوز هم در سطح دنیا وجود دارد چند بچه را میشناسید که اولین درسشان را توانب با تهدید و بدون آزار یاد نگرفته باشند آن هم از کسانی که به آنها عشق میورزند از پدر و مادر و آموزگار سینه به سینه نسل به نسل آزار کودکان به معنی تربیتشان آن هم از سر دلسوزی ادامه یافته تأیید و پراتیک شده است آسترید در مورد مشهور بودنش میگوید بسیار تعجب می کنم که بزرگترها به هنگام دیدن من در کوچه و خیابان دست کودکانشان را که با کنجکاوی محو تماشای چیزهای دیدنی هستند میکشند و داد میزنند نگاه کن نگاه کن آسترید لینگرند که پیپی پی و ایمیل را نوشته قیافه های سرخورده کودکانی که با دیدن من پیرزن چروکیده به عنوان خالق پیپی پی و ایمیل در هم میرود را آنها تشخیص نمیدهند و حتی از اینکه بچه ها زوغ نمی کنند و در آغوش من نمیپرند عصبانی هم میشوند. و در آخر باید بگویم امه قصه عاشق انسانیت بود. او از جنگ و دشمنی و آدم خوشی متنفر و عاشق انسانیت و دوستی بود. از نازیسم و راسیست متنفر بود و در دهه شست آمریکا را با آلمان نازیست مقایسه کرد و به تعنه گفت میخواهند ویتنامی ها را به دست از دست خودشان با زور اسلحه نجات دهند. او بارها گفته است اگر شانس زندگی دوباره میافتم میخواستم یک فعال سوسیالیست در سالهای اول تولد جنبش کارگری باشم و حالا آرش نظامی عزیز آقای خبر رو میشنویم با نگاهی به وضعیت کودکان کار در ایران وقتی که به کوچه و خیابانهای ایران نگاه میکنیم کودکان کار را همه جا میبینیم اما وقتی به بودجه سالانه دولت ایران نگاه میکنیم اثری از این کودکان آنجا وجود ندارد آنچه که روح و روان بخش مهمی از جامعه ایران را آزار میدهد گویی هیچ اثری بر قلب و فکر تصمیم گیرندگان این مملکت ندارد این کودکان زاده این حکومت هم اما موضوع بحث آن نیستند کشور ردیفی در لایه بودجه سال 1401 برای رسیدن به فریاد کودکان کار که زیر چرخهای سنگین زندگی در لباس گلگوشاد ناناور و سرپرست خانواده دارند از بین می در نظر گرفته نشده دلسوزی و محبت شهروندان ایرانی به کودکان کار ته سالهای گذشته نتوانسته که تغییری در وضعیت آنها ایجاد کند چون این نوع نگاه فراتر از طرهم و نارضایتی پراکنده به سوی یک اتحاد عمل تشکیلاتی نرفت و به یک درخواست عمومی برگشت ناپذیر به شکلی که حکومت را واداره به تغییر این وضع کند بدل نشد کودکان به اقتضای سنشان نشان از حقوق انسانی خود خبردار نیستند و نمی توانند برایش چندان مبارزه کنند چون حتی دشمن را نمی شناسند. مردم ایران اما این دشمن را می شناسند. نگاهی به گشاد دستی ابراهیم رئیسی از خزانه عمومی و بیت المال به اختاپوس سپاه و نهادهای نظامی امنیتی به خوبی نشان میدهد که نور چشمی ها چه کسانی هستند آقازاده ها در کاخهای مجلل خود نشسته و فوقا ناراحتند که دستمال کودکان کار ایستاده سر چهارراه محل شیشه ماشین های میلیاردی آنها را کثیف می کند. میلیون دختر و پسر خورسال و نوجوان در مهمترین سنین زندگیشان که شخصیت آنها را شکل خواهد داد مجبورند به خاطر سیری ناپذیری اده نااهل که گویا سران و کشوران به جای بازی و تحصیل بروند و در بدترین شرایط ممکن کار کنند نگاهی به 17 ردیف نخست بودجه ای ایران نشان میدهد که کلانترین بودجه ها را همچنان نهادهای نظامی امنیتی و مذهبی میبلند. کودکان کار بدترین خاطرات ممکن که می شود حد زد را در محیط و کار خیابان تجربه می کنند هر آنچه که نباید را میبینند و می شنوند. امنیت جسمی و روانی ندارند در زمان حجوم معموران دولتی و افراد شرور لطمه میخورند مورد تعرض و آزار قرار میگیرند گیرند و سلامت و بهداشت این کودکان مناسب نیست بیماری های متعدد در کمین آنها نشستند آمارهای مربوط به که از سوء تغذیه و اعتیاد مواد مخدر کودکان کار به روشنی درجه امنیت آنها از بلایای اجتماعی را نشان میدهد هیچ حکومتی در ایران که رسیدگی به وضعیت کودکان کار و خیابان در اولویت آن نباشد نمیتواند که خود را حکومتی مردمی معرفی کند این وضعیت را کودکان به وجود نیاوردند که کسی بخواهد آنها را مقصر جلوه دهد آنها خودشان نبودند که فقیر شدند وقتی به دنیا آمدند حکومت زحمت فقر و فلاکت را برایشان کشیده بود وعده های آب و برق مجانی و آوردن نفت بر سر مردم که به مهار رفت اما قرار نبود کودکان بیشتری هم از سر صفره های خانواده ها برای بردگی و عذاب به خیابان برده شوند جمهوری اسلامی هیچ بودجه برای پایان این فصل تاریک در سال 1401 هم در نظر نگرفته و تحت نام حذف مخارج اضافی حتی اقدام به کاهش بودجه سازمان بهزیستی که دردی از هزار درد این کودکان در آن درمان میشد کرده است در این حال بودجه برای اجرای قانون جوانی جمعیت در نظر گرفته شده که مربوط به فکر رهبر نظام برای افزایش جمعیت کشور است این طرح که کار رسانه برای آن انجام گرفته و بودجه کلانی برای تبلیغ آن اختصاص داده شده نه تنها بدن زن را همچون یک ماشین فرزندآوری میبیند بلکه سرنوشت آن فرزند هم برایش مهم نیست معلوم نیست حکومت به سر کودکان اکنون ایران چه گلی زده که میخواهد جمعیتشان را دو برابر کند حکومت ایران شاید به این فکر می کند که با افزایش جمعیت میتواند قدرت بیشتری در برابر رقبای منطقه خود داشته باشد اما به این فکر نمی کند که این کودکان از زمان تولد تا بزرگسالی به چه امکاناتی نیاز دارند تا به انسانهای فرهیخته ای در اجتماع بدل شوند طرح جوانی جمعیت که میخواهد از طریق برخی وام های اندک مقطعی خانواده های فقیر را برای فرزند آوری تشویق کند و حتی یک ماه پس از تولد کودکم فکر نکردم چه تعداد از این کودکان را در خیابان و کارگاه های کار خواهیم دید معلوم نیست هیچ دولتی نباید که این کودکان را سپاه آینده خود ترقی کند و به دنبال افزایش شمار آنها برای مقاصد سیاسی باشد در مبانی حقوق بشر و دیدگاه مترقی انسانی بر خلاف نگاه حاکمان ایران کودکان در صفوف اول و مقدمند چون آنها آیند سازان جهانند از مجموعه قصه های مادر بزرگ ماشین زرد کوچولو رو با صدای لیدا گوش میکنیم قصه های مادر بزرگ ماشین زرد کوچولو مادر بزرگ میتونی قصه ماشین زرد کوچولو رو بگی؟ گفتم بله پسرم روی تخت دراز کشیدیم اون سرما خورده بود و به مهد کودک نرفته بود در یه خونه بزرگ روشن دو پسر کوچولو با پدر و مادرشون زندگی میکردن هر شب ساعت شیش مادرشون به اتاق اونها میومد و میگفت خب موقع خوابیدن از با رو جمع کنید و بچه ها اول همه لگوها بعد از سکای پشمالو رو در جای خود قرار می و دست آخر ماشین های کوچولو را اما اون شب یادشون رفت ماشین زرد کوچولو را که پشت پرده پنجره قایم شده بود داخل جبه اصلا بازی ها بگذارن تیموتی میدونست که ماشین زرد کوچولو دوست داره روی لبه پنجره راه بره و بیرون پنجره رو تماشا کنه بچه ها به تخت خواباشون رفتن و بعد از قصه خوابیدن ماشین زرد کوچولو با دیدن ماه که در آسمون بالا می اومد از خوشحالی نزدیک بود بوخ بزنه اما زود جلوی خودش گرفت داشت از آرزوی رفتن به کوچه و خیابون دیوونه میشد که در نهایت خوشحالی فهمید که پنجره بازه و چون خیلی کوچیده بود زود از پنجره به بیرون خزید آروم آروم از دیوار پایین رفت و به کوچه رسید ماشین زرد کوچولو از شادی پر در و بوغ زد با صدای بوغ او گربه ای که پاشه بود تا قایم شده بود بیرون پرد و شروع به دویدن کرد ماشین زرد کوچولو به خیابون رسید و از دیدن اون چیزایی که میدید فریاد کشید ماه در پشت عب تیکه تیکه قایم موشک بازی میکرد. ماشین های بزرگ رنگ رنگ از خیابون بزرگ و پنگ پر از درخت بود رد می اون خیابون اون ماشینا خیلی خیلی از ماشین زرد کوچولو و خیابونهایی که ما در بزرگا تیموتی و تیودو درست میکردن اونا در اون راه می بزرگتر بودن از دیدن اتوبوس چراغاش روشن شدن به مترو به پورت رسید و با دیدن ریل قطار دیگه نمیتونه چه به زدن و پی پی خودش بگیره برای اولین بار قطار رو میدید با خودش فکر کرد بیچاره ماشین آبی قرمز کوچولو که در داخل جعبی ها خوابیدن و این همه چیزهای شگفتیآور رو نمیبینن همه چیز براش تازگی داشت از همه بیشترم ماه و ستاره ها که از دیدن اونا از همه چیز بیشتر خوشحال بود برای اولین بار اونها رو در هوای آزاد میدید نه از پشت پنجره در همین فکرها بود که هلیکوپتر زردی از بالای سرش رد شد ماشین زرد کوچولو سر جاش خوش شد و ترمز کرد اونقدر غرق تماشای هلیکوپتر شده بود که نفهمید بارون شروع به باریدن کرده و تازه وقتی که آسمان قرقید و رد و برق شروع شد او که تا اون زمان رد و برق نیده بود ترسید و به سرعت به طرف خونه برگشت و چون یک جیپ زرد کوچولو بود از دیوار بالا رفت و خودش رو پشت پنجره رسون اما از بچانسی مامان بچه ها که فهمیده بود بارون میباره پنجره رو بسته بود ماشین زرد کوچولو نزدیک بود گریه کنه که یادش اومد میتونه از باغچه به بالکن بره دوباره پایین رفت خودش رو به باغچه مشترک آپارتمان ها رسون از در خونه همسایه رد شد و از دیوار بالا رفت و از لای نرده های پهن و خوشرنگ آبی خودش به بالکن رسون و روی فرش ولو شد و زیر سقف پناه گرفت فردای اون روز وقتی که بچه ها از مهد کودک برگشتن و خواستن که با اصلا بازه هاشون بازی کنن تئودور ماشین زرد کوچیک ندید از سیموتی پرسید ماشین زرد کوچیک رو ندیدی؟ اون جواب داد نه مگه توی جعبه نیست؟ برادر جواب داد نه و هر دو نگران شدن و شروع به گشتن کردن تیموتی گفت آها پشت پنجره است من دیشب اونجا گذاشتمش با خوشحالی به طرف پنجره دویدن اما ماشین زرد کوچولو اونجا نبود خیلی ناراحت شدن و شروع کردن دنبال ماشین گشتن از مامانشون پرسیدن مامان تو ماشین زرد کوچولو رو ندیدی اون گفت نه همه خونه رو گشتن و گشتن اما اونو پیدا نکردن مادر بزرگ گفت حالا بیایید با ماشین آبی یا قرمز بازی کنیم تا ماشین زردم پیداش بشه همینطور که بازی میکردن نگاه تئودور به پرده اتاق خواب بابا مامانش افتاد که رو به بالکن باز میشد و تکون میخورد اون از وقتی که فقط پنج ماه بود عاشق باد و نسیم بود به طرف پرده و بالکن دوید رفتن به بالکن همانا دیدن ماشین زرد کوچولو همان با خوشحالی فریاد کشید مادر بزرگ تیموتی بیای پیداش کردم مامان پیدا شد مادرش جواب داد من گفتم عزیزم حتما در بالکن جا گذاشتی اما تیموتی مطمئن بود که ماشین زرد کوچولو پشت پنجره است من به خیابون رفته و موقع برگشتن چون پنجره بسته بوده به بالکن رفته و با در اتاق, در اتاق بسته بوده نتونسته به اتاق بیاد همه این چیزا رو به مامان برادرش گفت اما اونا فقط خندیدن تیموتی ناراحت شده بود و میگفت من مطمئنم و قول میدم که اون را پشت پنجره اتاق خودمون گذاشته بودم مادر بزرگ دست اونو که انگوش اشاره شد در هوا تکون داد گرفت و بوسید چشمکی زد و گفت من باور میکنم و برگ درخت افرو رو که به تایر مشنه زده کچو چسته بود جدا کرد و به اون دو نفر نشون داد با دیدن بعد تئودو به مادر بزرگ و بعدش نگاه کرد و هر با هم زیر خنده زدن و به ماشین کوچولو گفتن ای شیطون ماشین ز... ماشین زرد کوچولو شروع کرد به بوخ زدن و رو روشن خاموش کردن حالا دیگه من و هر دوی پسرها مطمئن بودیم که این ماشین یه ماشین معمولی نیست تیودور گفت مادر بزرگ نکنه این ماشین زرد کوچولو مثل ماهیسی های با بقیه از و بازی فرق داره و میخواد بری دنیا رو ببینه مادر بزرگ جواب داد آفرین پسرم درست فهمیدی تیموتی گفت حالا میفهمم شاید وقتی که در, در جبش در جبش توی جبش داشته میخوابیده صدای تو رو شنیده که قصه ماهیسیه کوچولو رو برای ما تعریف کردی و حالا خواسته اونم بره و دنیا رو ببینه مادر بزرگ گفت نمیدونید که من چقدر از داشتن دوستان فهمیده و خوبی مثل شما دوتا خوشحالم ماشین زرد کوچولو شروع کرد به بغ زدن با صدای فریاد خنده مادر بزرگ و بچه ها ماما با لبخند زیبا به اتاق اومده گفت شما ستا چه نقشه کشیدید هر وقت که اینطوری میخندید معلومه که میخوایید یه کار تازه انجام بدید بچه ها نمیتونستن جده خندشونو بگیرن مادر گفت درست هد زدی دخترم ما میخواییم با ماشین زرد کوچولو به گردش بریم اجازه داریم؟ مامان گفت بله اما یادتون باشه قبل از نهاد برگردید ناگه ها ماشین زرد کوچولو شروع کرد به بوغ زدن و چراغاشو خاموش روشن کرد مامان اول نگاهی به ماشین بعد بچه ها و بعد به مادر بزرگ کرد و زد زیر خنده گفت مادر بزر. از بس قصه گفتی حتی ماشین های اسبابازی هم توی این خونه سهرامیز شدن مادر بزرگ بچه ها با ماشین زرد کوچولو به پارک بازی جلوی خونه رفتم با ماسه با چند درخت بوته چند درخت بوته گل که اسباب بازی لگو برداشته با بودن یه جاده با یه میدون کشیدن و میخواستم ماشین زرد کوچولو رو با نخی که به اون بسته بودن راه ببرن که ماشین زد کوچولو شروع به بغ زدن کرد و به راه افتاد اون سم دنبالش رفتن ماشین زرد کوچولو به گربه رسید برای چراغاش رو روشن کرد به خیابون پیچیده روی پلی که قطار قطار شهری از روی اون رد میشد ایستاده شروع به بغ زدن و دور خود چرخیدن کرد مادر و بچه ها هم براش دست می زدن. بعد هر چهارت اونا بالای پر ایستادن و به رفت آمد قطارها نگاه کردن. موقع رفتن به خونه بچه ها با ماشین زرد کوچولی در پیاده رو مسابقه دادن و مادر پشت سرشون راه میرفت و لبخند میزد ناگه ها دو پسر کوچولو روشون رو برگردون به مادر برگردوندن به مادر بزرگ گفتن مادر بزرگ امشب قصه میگی؟ هنوز مادر بزرگ نتونسته بود جواب بده که تودور گفت قصه ماشه قرمز که میتونی فرداد کشید نه ماشین کوچیک آبی مادر خندی خندید هر دو رو در آغوش گرفت و گفت البته که برای شما پسرای عزیز و مهربون هر قصه ای رو که بخواهید میگم متاسفانه غزال فرهنگ عزیز به خاطر درگیری درسی مدتی با ما نخواهد بود بنابراین بحث تازه های علم رو با صدای دلنشین گلاله عزیزمون گلاله آقابرایی نازنین به گوش میگیریم چهره های گوناگون هوشمندی برگرفته از مجله طرح علم سوئد مترجم سوسن بهار انسان بیش از چهل هزار سال است که به عنوان موجودی هوشمند پذیرفته شده اما هنوز دانشمندان بر سر اینکه هوشمندی چیست و چگونه باید آن را اندازه گرفت به بحث و گفتگو میپردازند بسیاری از ما خودمان را به حد اقل یکی از تعاریف هفت شاخص هوشمندی نزدیک می‌بینیم و بازشناسی می‌کنیم. اما مغزهای بیشماری هستند که بسیار متفاوتند و در ردبندی میان هوشمندی و خرفتی یا دیوانگی قرار نمیگیرند. اسکن کردن مرکز هوشمندی مغز نشان داده که مغز وقتی که در هنگام کار کاربرد هوشمندانه فعال است چگونه عمل می کند. مرکز هوشمندی مغز هیچ ربطی به میزان هوشمندی انسان ندارد. یا حداقل تا به حال ربطی بین این دو دیده نشده است اما یک چیز کاملا مشخص شده بزرگی یا کوچکی حجم مغز ربطی به هوشمندی ندارد حجم مغز آلبرت انیشتن 20 درصد کوچکتر از مغز آدم های معمولی بوده در حالی که ذریب هوشی او را به بیش از 160 درصد تخمین زدهند. قابل توجه کسانی که به دلیل کوچکتر بودن حجم مغز زنان به دلیل تفاوتهای جسمانی از جمله کوچکتر بودن جسه زن نسبت به مرد را به طور عمومی دلیلی بر برتری عقلی و هوشی مرد بر زن میدانند انسان هوشمند هوشمندی یکی از معدود مفاهیمی است که هنوز تبین یا تعریف دقیق علمی برای آن ارائه داده نشده است قطعا با استعداد فرق دارد. کودکان لزوما به دلیل اینکه توانایی و استعداد دارند نابغه نیستند. بسیاری از انسانها به دلیل اینکه به توانایی ها و استعدادهای هوشمندانه خود فکر نکردند یا سهلنگاری کردند آن را از بین برده یا به آن ضربه زدند. کلمه نبوغ اولین بار در سال 1300 میلادی برای افرادی به کار برده شد که می توانستند حساب کنند یا بخوانند. چرا که اینها توانایی ها یا امکاناتی بودند که عده کمی می توانستند از آنها بهره شوند. به همین دلیل هم این آدمها بسیار بزرگ و ارجمند و نابغه به شمار می آمدند. کلمه اینتلیجنس یا دارای نبوغ در اصل لاتین است و رومی ها آن را در مورد کسانی که می توانستند از مسائل پیچیده سر در بیاورند یا هنر و خلاقیت داشتند به کار می بردند و به آنها فهمیده می گفتند. در زمانهای قدیم دانشمندان فکر می کردند که نبوغ یعنی سرعت انتقال و فکر کردن فرد و به این دسته از افراد فیلسوف می گفتند. خیلی وقت پیش بود که دانشمندان به این فکر افتادند که چرا بعضی ها نسبت به دیگران مستعدترند و توانایی ذهنی بیشتری دارند. هنوز هم تعریف یک پارچه و دقیقی از آن در دست نیست. بخشی از نبوغ را به درک و کشف مفاهیم و استفاده از تجارب برای رسیدن به چیزهای تازه در سطوح مختلف جدید و ناشناخته می دانند. قدرت انتظا و تفکر انتظایی را هم امروزه نوع یا شاخص و فاکتوری مهم از نبوغ تعریف می کند. بسیاری از دانشمندان بر این که نبوغ چیزی بسیار فراتر از این است و میگویند خلاقیت، شخصیت، توانایی، دانش، آگاهی، احساس و فهم زبان بدن و نگاه هم نوعی نبوغ است. البته تفاهم عمومی بر سر اینکه چگونه میتوان این مفاهیم را در تعریف نبوغ گنجاند وجود ندارد بزرگترین تحول در تاریخ بشر از 400 هزار سال پیش زمانی که ما انسانها به حیبت امروزی شدیم رخ داد در این زمان بود که بشر شروع به هنر و خلاقیت روی آوردن کرد جواهرسازی و نقاشی کرد و ابزارهای پیچیده ساخت قبل از آن ۵ هزار سال بود که ساختمان بدنی انسان کاملا مدرن و تکامل یافته بود ولی موفق به هیچ تولیدی نشده بود. به عنوان مثال، ابزار ماهیگیری یا شکار یا حتی نقاشی ساده که نشان از خلاقیت و تفکر انتظایی داشته باشد. بعضی از دانشمندان بر این عقیده هستند که تغییرات جزئی در ساختار مغز برای واکنش در مقابل حوادث و به افتادن خلاقیت انسان کافی بوده است. شاید این خلاقیت و قدرت تولید و انتظار در اثر یک جهش کوچک مغزی امکان پذیر شده باشد. نظریه دیگری به اصل انتخاب اشاره دارد و میگوید زنهای نخستین مردانی را برای بارور شدن انتخاب می که باهوش بوده و توانایی پیشبینی خطر و محافظت از زنها و کودکان را داشتند. اینها توانایی هایی بودند که زنها میخواستند به فرزندانشان انتقال یابد. دیوانه یا نابغه مرز بین دیوانگی و نبوغ تارموی است. این امر بسته به پدیده‌ای به نام قدرت مهار کردن نهفته در مغز است که آن را لاتنت می می‌نامند که به معنی ساده انتخاب زخیر سازی در حافظه و بخشند به معنای عمل کرد بر اساس سیگنال های دریافتی و واکنش نشان دادن زمانی نسبت به آنهاست. این توانایی خاص مغز انسان است که میتواند موارد غیر ضروری را از حافظه پاک یا آنها را ذخیره نکند. اگر قدرت لتنت این ها یا دریافت سیگنال ها و قدرت انتخاب بالا باشد، مغز با توانایی کامل و سازماندهی شده کار می کند و اگر پایین باشد به انبار زخایر غیر ضروری تبدیل خواهد شد. البته این پایین بودن می تواند به معنای قدرت خلاقیت و توانایی توصیف هنرمندانه و نبوخ هم باشد. درست به همین دلیل مرز بین نبوغ و دیوانگی به نازکی تار مو خوانده شده است این قدرت انتخاب در واکنش نشان دادن به تأثیرات پیرامونی و به خاطر سپردنشان نقش بسیار مهمی در زندگی انسان بازی می کند. می توان گفت این ظرفیت بالای لتنت است که مغز را به کار می اندازد تا به تواند کنجکاو باشد جزئیات را به خاطر بسپارد و مغز را از آنها بمباردمان کند. جانناش دانشمند آمریکایی هم دیوانه بود و هم نابغه این قابلیت در سن 21 سالگی به او جایزه نوبل را برای تئوریش به ارمغان آورد و در سن 30 سالگی دچار پارانایا و شیزوفرنی شد روشنفکر فکر و تبین روشن فکر بیش از آنچه که ما فکر می کنیم مبنای مادی و واقعی دارد. دانشمندان به وسیله فیلم برداری از مغز انسان دریافتند که وقتی ما از پس حل مسائل سخت ریاضی یا کارهای خلاق و هنرمندانه برمیاییم قسمتی از مغز به دلیل جریان الکترونیکی که در سلولهای مغزی جریان دارد روشنتر می شود و به شکل ویژه‌ای به خود می گیرد. دانشمندان هنوز نتوانستند مرکز خاصی را برای نبوغ در مغز اعلام کنند. به همین دلیل مراکز مختلف و کارکرد آنها را به عنوان مراکز احتمالی مغز حدس میزنند از جمله مراکز مختلف نبوغ در مغز قسمت جلوی لوب پیشانی که درست بالای چشم قرار دارد و همچنین در قسمتی که مربوط به ادراکات حسی بینایی و شخصیت و برنامهریزی واکنش به خطر زبان و حافظه و تمامی فعل و انفعالات پیچیده مغز را نام میبرند دانشمندان میگویند نبوغ زمانی مشاهده می شود که آن قسمت های نامبرده شروع به همکاری شبکه ای می کنند و هرچه این همکاری سریعتر و هماهنگتر باشد مغز صاحب نبوغ بیشتری است و از عهده مسائل پیچیده بهتر برخواهد آمد. باهوشترین فرد جهان ویلیلین سایتس آمریکایی متولد 1898 و وفات 1944 را بیشک نابغه ترین فرد جهان میتوان نامید. آیکیو یا نبوغ او بارها و بارها سنجیده شد و هر بار بین 280 تا 300 بود. یک سال و نیمه بود که شروع به صحبت کرد وقتی مدرسه را آغاز کرد می توانست عربی، یونانی، لاتین و آلمانی و فرانسه و روسی حرف بزند، بخواند و بنویسد. در سن 11 سالگی کم سن ترین دانشجوی هاروارد بود و زمانی که در یک تظاهرات دستگیر شد مجبور به ترک دانشکده حقوق هاروارد گردید اما 18 ساله بود که در عرض یک روز یک زبان جدید آموخت 1924 بسیاری از مردم جهان در ناباوری و حیرت فرو رفتند وقتی که آگاه شدند فرزند نابغه جهان به عنوان یک دفتردار ساده با حقوق ماهیانه 23 دلار در هفته کار میکند در سال 1925 یک تئوری درخشان درباره چاله های سیاه فضایی ارائه داد اما این تئوری از جانب رسانه ها مورد توجه قرار نگرفت و منعکس نشد. او علا رقم آیکیوی 280 توانایی بینظیر در آموختن زبان و تئوری های فضایی ناشناس ماند. انواع نبوغ بدون اینکه بدانیم همه ما روزانه جلوه های گوناگونی از نبوغ را به کار می گیریم. همیشه همین طور بوده است در این اواخر است که نبوغ را چیزی فراتر از زبان و ریاضیات نامیده و کشف کردند امروز از هفت نوع مختلف نبوغ صحبت می شود آیا آدم کودن است اگر نتواند فوری فرمول های ریاضی و جمع و ضرب ریاضی را به عمل آورد یا نتواند لغات را هجی کند روانشناسان امروزه عقیده دیگری دارند مهارت در هیجی کردن و امتحانات ریاضیات نمیتواند نبوغ یک فرد را نشان دهد اینها فقط کسری از نبوغ و توانایی های انسان را به نمایش میگذارند یک دانش آموز می تواند در هیجی کردن و املا بد باشد اما به زیبایی نقاشی کند جدول ضرب بلد نباشد و از پس ضرب بر نیاید اما فوتبالیست خوب و ماهری باشد این خط ربط نبوغ در جامعه مدرن و همه جانبه نگر امروزی ماست از سال 1900 این عقیده به وجود آمد که انسان می تواند دارای جنبه های خاصی یا نبوغ خاصی باشد. امروزه دانشمندان و روانشناسان از هفت نوع مختلف نبوغ صحبت می کنند. بعضی ها حتی بر این عقیده اند که نه شکل مختلف نبوغ وجود دارد. این به معنی باهوشتر شدن انسان نیست، بلکه بدین معنی است که نبوغ و تعریف آن بیشتر بررسی شده و تیف های مختلفی برای آن تعریف شده است. برای اولین بار هوارد گاردنر روانشناس آمریکایی بود که در سال 1900 به هفت نوع یا جنبه نبوغ در انسان پی برد او این مسئله را تحقیق کرد و مد نظر داشت کسانی که دچار ضربه و از کارافتادگی بخشی از مغز یا حواس چندگانه شدهاند کماکان در جنبه های دیگر توانایی های برجسته ای دارند از آن به بعد هاوارد و دیگر روانشناسان چهار نوع دیگر نبوغ را نام بردند نبوغ طبیعی نزدیکی به طبیعت نبوغ روانی نبوغ یا هوش عاطفی و اخلاقی و درک هستی هستی شناسی نبوغ یا هوش عاطفی و روانی اغلب به هاشی رفته و هوش طبیعی و هستی شناسانه بیشتر مورد توجه قرار گرفتند تعریف این هوشها یا نبوغ چندگانه مورد انتقاد زیاد قرار گرفتند بسیاری بر این که تعریف نبوغ دوچار تورم و زیاده روی است آنها به هوش جنسیتی و ضایقهای میخندند و به عنوان شوخی این دو تعریف را پیشنهاد میدهند اما علیرغم همه اینها امروزه تعریف هاوارد نقش تعیین کننده در معرفی نبوغ دارد این هوشها را میتوان بنا به هاوارد گاردنس گونه معرفی کرد هوش اجتماعی کسانی که دارای هوش بالای اجتماعی هستند افرادی سمپاتیک هستند به معنایی که توانایی خود را جای دیگری قرار دادن و به قضاوت ننشستن دارند و همینطور سمپاتیک هستند یعنی دارای درجه بالای همدردی و همکاری و تحت تاثیر قرار دادن دیگران دارند هوش شخصیتی اعتماد و حرمت نفس داشتن در خود امن بودن نوع دیگری از هوش معرفی شده است این افراد به راحتی از پس بیان عقاید و اهداف خود برمیآیند و اغلب دوست دارند تنها کار کنند. هوش زبانی توانایی فراگیری زبان و سرعت فراگیری با هوش زبانی پیوند می‌خورد. این افراد جدا از سرعت فراگیری تیف گوناگون یک زبان و متافورها را نه تنها درک می کنند بلکه توان خلق متافور دارند و نام و تاریخ را خوب به خاطر دارند. هوش فیزیکی این افراد کنترل بسیار خوبی بر بدنشان دارند و ورزش اغلب در بیرون خانه اند و جنب و جوش را دوست دارند. هوش منطقی درک خوب ریاضیات داشتن منطق بالا می هوش ریاضی باعث می شود که این افراد سیستماتیک فکر کنند و می توانند نقوش را دستبندی کنند و منطقی و واقع گرایانه فکر کنند و می توانند مسائل ریاضی را در مغز خود حل کنند. هوش موسیقی افراد دارای هوش بالای موسیقیایی قدرت تشخیص ارتباط نقشه ها و طرحها را در یک قطعه موسیقی دارند دارای گوش موسیقیایی خوبی هستند و حافظه قوی برای به خاطر آوردن موسیقی و به کار بردن آن در شکل جدید یا دیگری دارند قدرت تشخیص تفاوت ملودی ها را دارند و می توانند نواهایی را که در دوروبرشان هست سریع تشخیص دهند هوش مکانی یا سپانیال توانایی دیدن و تصویرسازی درونی از جهان خارجی و پیرامونی است این توانایی به ما امکان خواندن نقشه پیدا کردن و راهیابی دهد. و اولین برنامه سال 2022 وگر در آینه رو با دو شعر به پایان میبریم یک شعر کودکانه با صدای مادیاک عزیز همکار هشت سالمون و یک شعر با صدای خانم مریم مرادی شاد و پیروز باشید به امید شنیداری دیگر و با تشکر از تمامی همکاران در تلویزیون و رادیو آینه داریوش اقبالی عزیز دکتر عباسه توفیق نازنین ماکان جلالی بسیار صبور و سایر همکاران که روزی آقا خرگوشه رسید به بچه بوشه بوشه دوید تو سوراخ خرگوشه گفت آخ وایسا وایسا کارت دارم من خرگوش بی آزارم بیا از سراخت بیرون نمیخوای مهمون یواش موشه اومد بیرون یه نگاهی کرد به مهمون دید که گوشش درازه دهنش بازه شاید میخواد با خورتم یا با خودش ببرتم پس میرم پیش مامانم آنجا میمانم مامان موشه عاقل بود زنی, کام... زنی با حوش و کامل بود یه نگاهی کرد به خرگوش گفت به بچه موش در ترس جونم این مهمونه خیلی خوب و مهربونه پس برو پیشش سلام کن بیارش خونه آبشار شعر از سوسن بهار به نقل از فصلنامه کودک و جوان دارود شماره 25 شبایی که ماه میونه آسمونه تو قاب گرد پنجره چشمای من مات میمونه دلم ولی پر میکشه میپره تا بام خونه مثل ستاره میشه دل از تکونهای دلهوره انگار که سوسو میزنه با هم یهو راه میکشه تا جا داره دراز میشه پا نیستی که نردبونه از ماه بالا میرم منو و اونجا میگیرم میشینم نمیدونی چه چیزایی از اون بالا ها میبینم بهاره یه کوچک و ناز پشت دریچه گریونه کتک خورده و ترسیده میخواد بره از این خونه اونور ترا تو کارخونه پسرک آواز میخونه دستای سرد و کوچیکش زیر فشار زبر کار زخمی شده انگار خونه ستاره اشک میشه و اشکم ستاره از تو برفای آب شده آبشار شاد آواز خون از روی کوه میشه روون با زمزمش به من میگه قصه نخور عشق تو نیست راه چاره پاشو بخند دستای ما توی کاره از گروه داروگ به سردبیری سوسن بهار